آره خلاصه یه 50 نفری بودن که دوست دخترمو احاطه کردن. اینو میبینین؟ ازش یادگاری گرفتم چون اون 50 نفر رو کتک زدم، بدجوری هم زدم. اگه دوست دختر قبلیت بوده یعنی الان سینگلی؟ هی جولی یادت باشه من اول روش کراش داشتم، فهمیدی؟ آخه تو که با پاتریکی، چند تا میخوای مگه؟ خب ما هممون تو رابطه ایم جولی. آره خب من الان سینگلم، ولی من مثل داداشم اسماعیلی نیستم که میافتم دنبال تشویق کننده. همون لحظه اول که دیدیمت فهمیدیم از اسماعیل بهتر. عضلاتم بزرگترم، قدتم بلندتره، تازه خیلی هم بهتر از اون حرف میزنی. آره خب من اینجوری هم دیگه، دخترای همسایمون همش تو بالکن داد میزنن مایک مایک بیا پیش ما. باهاشون قرارم میذاری؟ نه بابا بیرون که نمیرم، اونا در حدم نیستن. چقدر خفن آدامس میجوه. آرتیم من اینجوری نمیجوه. آرتیم کجا این کجا؟ بفرمایین خجالت نکشیم و خانه. به منم بده، به منم بده. دخترا ماروسیا. هی پاتریک در نریان. آره بچه ها یواش رو بریم. بیان بیان بچه ها. مگه چی میگه؟ آره بگو ببینم. میبینی دیگه ما مثل شما آدامس میجویم. اینجا چه خبره؟ اسمالی برعکس منه، من خیلی باحالم ولی اون نیست. جولی من اصلا نمیفهمم چرا اینجا وایسادی. ها جوجا تو هم همینطور اینجا چی کار میکنی؟ ماروسیا یه دقیقه بیا اینجا ببینم. اگه نیایی میخوایی چی کار کنی؟ اینا دوست پسرتونن. آره ای جوجه تو اینجا چی میخوای ها؟ داری داستان تعریف میکنی اینه؟ آخه مگه راتو گم کردی اومدی تو مدرسه ما؟ چرا دور و بر دخترای ما میپلکین؟ آخه من خیلی جذابم، چی کار کنم؟ مشکلی داری؟ بهتون توصیه میکنم باهاش در نیفتید. جوجا بیا بریم، کلاس شروع شده. نه کن پاتریک، هنوز با مایکل کار دارم. گفتم بیا بریم. اوه عجب گل پسر خفنی. بی خیال پاتریک، توجه نکن. جولی میخوای بعد از کلاس برات شکلات بخرم؟ آره آره میخوام آرتی. پس بیا بریم سر کلاس. بریم عزیزم. گوش کن ماروسی، اگه یه بار دیگه با این حرف بزنی دیگه با من نیستی. باشه بزن بریم. خدافظ مایکل، میبینمه. عمرن اگه ببینی. هی بابا خوشگلارو که دزدیدم رفتن این جنتلمنا. الان بسطون تعریف میکنم دخترا. بگو ببینم تعریف کن. آره خب راستشو بخواین دیروز باش رفتم بیرون و راستش میخواستیم همدیگر رو ببوسیم. خب ولی انگار اصلا بلد نبود ببوسه. اشکالی نداره ناستیه، راستش اسمایل هم اولش بلد نبود. این که خوبه، برو باز هنوزم بلد. چیکار کنم بهش کنم؟ نه بابا مهم نیست ناستیه. بهتون حسودیم میشه بچه ها، اگه من دوست پسر داشتم بهش یاد میدادم چجوری ببوسم. تو هم بالاخره رل میزنیم. کوسیا شنیدی؟ اسمالی بلد نبود دختره رو ببوسه، دیانا بهش یاد داد. اون وقت کی به دیانا یاد داد؟ تو؟ نه بابا خودت گفته بودی. کوسیا من فقط گونه دیانا رو بوسیدم. بی خیال اینجا رو باش. دستی دیانا چه خبر از اسمالی؟ مدرسه میاد؟ آره بچه هفته پیش با مربیش دعوا شد، این یعنی هفته دیگه دوباره میاد مدرسه. رابطمون هم حسابی دوباره خوب شده. خوبه خدا رو شکر. راستی داداشش خیلی این دور و برا میبینم، چی زیادش رفته؟ چی؟ مایک؟ هنوزم اینجاست؟ واسه این منم عجیبه، نکنه اینجا درس میخونه. چرا نکنه؟ اون که خیلی پسر خوبی به نظر میاد، من خیلی ازش خوشم میاد. کاش که اینجا درس بخونه. یا فکرشو بکن تو و مایک با هم دیگه رل بزنین، اون وقت منو تو مثل دوقلو همش با همی. نه دیانا به نظر من که ایده خوبی نیست. یا نه نکنه حسودیست میشه، تو که پروپوزو داری دیگه چه؟ خب آره ولی مایک هم پسر جذابیه. جدی میگی یا نه؟ نه بابا خره، دارم شوخی میکنم. کوسیا چی دارم میگم؟ من نمیتونم بشنوم. فکر کنم دارن درباره اسمایلی و داداش دوقلوش حرف میزنن. آخ که چقدر حالم از این به هم میخوره. هی این که خیلی خوشبوه. چرا بچه ها اونجا رو؟ مایک مایک سلام به دخترای خفن مدرسه. سلام مایکل. ببینم از اسماعیل خبر داری؟ چطوره؟ دیانا خودت به زنگ بزن خبر بگیر. مایکل قراره تو مدرسه‌مون بمونی؟ دیانا میبینی لیا چقدر دست پسر رو هول کرده؟ آره پسر ندیده. خب من قراره تو مدرسه‌تون بمونم. چقدر عالی. آخه کجاش عالیه دیانا؟ قبلا بچه بالای مدرسه اسماعیلی و برواس بودن، حالا این یارو سرکلش پیدا شده. دیانا خب مایک برادر اسماعیلیه، چه اشکالی داره اگه کنار هم دیگه بتونن درس بخونن ها؟ خیلی خوبه، اگه کاری داشتی بهم بگو، من میتونم بهت مدرسه رو نشون بدم. آره یه چرخ این دور و برا زدم، مدرسه باحالیه. من که فکر
میکنم بچه مدرسه با این کنار بیاد. من یکی که امیدوارم کنار نیاد. ناستیا چرا اینجوری فکر میکنی؟ بخاطر اینکه این پسر خیلی جلفه. بچهای مدرسه ما اینجوری نیستن. بیبی نه فکر نمیکنم بوفمونه دیده باشی. دوست داری بریم اونجا یه کوکاکولا و مارشمالو بخوریم؟ انگار این لیا از هیچ فرصتی دریغ نمیکنه. داره حسابی مخ مایکو میزنه. خیلی خب دختران، ناهار باشه واسه بعدن. میگم مشکلی نداریم با اینه که فالگوش وایسادن. منظوره چیه؟ آخه دوتا موش زیر این پله ها فالگوش وایسادن حرفاتونو گوش میدن. میفهمی؟ چی؟ اینجا چی کار میکنی دیما؟ انگار جدی جدی دیوونه شدی. همینجور نشسته بودی فقط. باشا ببینم واقعا واسهت متاسفم. ما اینجا قایم شده بودیم. واقعا دیگه خستم کردین. اولش که تو اتاق برو جاسوسیمونو میکردین، بعدم تو دستشویی، حالا هم لابد اینجا. بس دیگه. تازه دیانا تو خونم همش فالگوش میسته در اتاق منو، وقتی تلفن حرف میزنم به حرفام گوش میده. برو بابا سن ما داد نزن، برو پیش مایک جونت منتظرته. دست پیشو گرفتی پس نیفتی. راست میگه، ما دیگه از این کاراتون خسته شدیم. اگه تو دیما تو این مدرسه نبودین اون وقت ما هیچ مشکلی نداشتیم. اوه مثل که سر تشبیه کننده ها شلوغه. مایک میای بریم بوفه یا نه؟ ولمون کنیم بابا. ما شما رو ول کنی؟ واقعا که پر روی. بیا بریم سر تمرین. بریم بابا. یه بار دیگه گوش وایسادین، من میدونم و شما ها. اوه دخترا چقدر خفنین شما، اینا رو ادب کردین ها. آره بابا حسابی ازمون میترسن. خیلی خوب، حالا بریم کافه ببینیم چیز خوشمزه چی داره که بخوریم. ای زنگ خوردی؟ یعنی ما باید بریم سر تمرین. زنگ تفریح بعدی بهت کافه رو نشون میدیم. دیگه نمیشه امروز بدون من تمرین کنی؟ معلومه که نه لیا، باید با هم تمرین کنیم. مثلا ما تیمی ما. بیا بریم لیا. بعدن میبینمت. اوه عجب تشبیه کننده. این وظیفه شناسی زنگ که میخوره میرن زود. ای بابا پسر عجب شکلاتی بود. چه مدرسه خفنی دارن اینا. خیلی خوش میگذره اینجا. من اینجا میمونم. آره البته خیلی خوب شد که برگشتی مدرسه. راستش دلم برای دیانا تنگ شده بود. ای اونجا رو باش. اینجا چه غلطی میکنی؟ خب من اینجا درس میخونم دیگه، خوشت نمیاد؟ تازه تشبیه کنند دارم الان دیدم، خیلی باحاله. مایک تو رو خدا ولم کن، من اینجا فقط تو رو کم داشتم دیگه. وای باید برم پیش نازه. هی مایک چی اینجات مالیدی؟ سیبیل گذاشتی؟ هی من شکلات خوردم و خیلی هم شکلات دوست دارم، همینه که از تو مدرسه هم میمونم تا چشت درم. مایک داداشم ما اینجا جایی واسه تو نداریم، برو از اینجا. آره راست میگه، اینجا جایی واسه تو نیست. به تو ربطی نداره، من تو هر مدرسه بخوام درس میخونم. او چه بچه درس خون. مایک منو مجبور نکن برم نازم بگم چرا از کلاس دهم اخراج شدی. هیچ دلیلی نمیبینم توی مدرسه باشی تو. پس 15 ثانیه وقت داری که به خوبی و خوشی از اینجا بری. باشه بابا من از اینجا میرم، چتونه؟ راستی من یه تشبیه کننده اینجا دیدم، اسمش دیانا بود. اشکالی نداره اگه باهاش باشم. او اسماعیل شنیدی چی گفت؟ چی گفتی؟ بیا اینجا تا تربیتت کنم. باشه بابا رفتم، ولی حواست باشه. مایک زود باش برو، هر چه سریعتر برو وگرنه خودم میام. یادتون باشه من حتما به اینجا برمیگردم. اگه جرأت داری برگرد. خیلی خب بره پیش دیانا، دلم واسش یه ذره شده. آره اونم همینطور. دیا جدی جدی رو مایک کراش داری؟ آره ازش خوشم میاد. راستشو بخوای اول از اسماعیل خوشم میومد، ولی چون با تو بود دیگه بهش فکر نکردم. دوست ندارم رابطه بقیه رو خراب کنم. باورم نمیشه، یعنی واقعا قبلا اسماعیل رو دوست داشتی؟ چه باحال، ما اصلا خبر نداشتیم لیا. امیدوارم حداقل برواس منو دوست نداشته باشی. نه یانا من از برواس خوشم نمیاد، اصلا مدل من نیست. باز خدا رو شکر که اسماعیلی داداش دوقلو داره، وگرنه خودم میدونه لیا میخواست چی کار کنه. مگه نه؟ این حرفت خیلی بی‌انصافیه دیانا. بی خیال، بچه‌ها تمرین رو شروع میکنیم. یک دو. سلام تشویق کننده. خب سلام دیانا، بیا تو بغل اسماعیلی. اسماعیل برای مهم نیست، چون قراره با مایک باشم. به نظرم خیلی هم دلت تو صابون نزد، چون اگه توجه کرده باشی به هممون نگاه میکرد. اوه ناستیا خیلی ساده، اون فقط به من نگاه میکرد. اسماعیل خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. ناستیا چرا هیچ وقت بهم نگفته بودی که داداش دوقلو داری؟ این مایکل همش تو مدرسه راه میره و فکر میکنه خیلی خفنه. آه دیانا داستانش طولانیه، بعدم برات تعریف میکنم. وای مواد صورتی کردی، خیلی بامزه.
بس خیلی جذابتر شدی. مرسی عشقم. برو واسه تو میدونستی اسمایلی داداش داره؟ آره میدونم. پس چرا هیچی به من نگفتی؟ خب اسمایلی نگفته بود. همش تو مدرسه راه میره و فکر میکنه خیلی آدم خفنیه. لیا هم عاشقش شده. اصلا نمیتونم تحملش کنم. دوست ندارم بیاد تو مدرسه‌م. دیگه نگران نباش عزیزم، من و اسمایلی از مدرسه پرتش کردیم بیرون. راست میگی؟ لیا مایک قرار نیست تو مدرسه بمونه. برو واسه اسمایلی پرتش کردن بیرون. راست میگی اسمایل؟ آره عزیزم. شنیدی لیا؟ اینم شانس منه. اسمایل شماره مایکو به میدی؟ لیا عاشق مایک شده. ببین لیا، من که بهت پیشنهاد نمی کنم. ولی آخه چرا؟ خیالش رو دیگه لیا. خیلی خوب برگردیم سر تمرین. بعدا بهت میگم داستانش طولانیه. نگران نباش لیا، شماره مایکو وسط از اسمایلی میگیرم. راست میگی؟ مرسی. خواهش میکنم.